غزه مرز رفح. کامیون‌های کمک‌های وارد شده به غزه از مرز مصر را ساکنان این منطقه تخلیه می‌کنند و با خود می‌برند. دود غلیظ حمله‌ها بر فراز این نقطه مرزی در روز پنجشنبه. خان یونس پنجشنبه. شهر در محاصره سربازان اسرائیلی. صدای تیراندازی و حمله‌های هوایی قطع نمی‌شود. زخمی های درگیری به بیمارستان اروپاییان در خان یونس منتقل می شوند. اینجا بوریج مرکز غزه است. کشف یک تونل که تا نزدیکی مرز اسرائیل امتداد یافته با موشک ها و راکت انداز ها. تونل هایی که شمال و جنوب غزه را از زیر زمین به هم متصل می کنند. نبرد در اطراف دو بیمارستان ناصر و العمل در خان یونس شدت گرفته است. بامداد پنجشنبه در شهرهای مرزی اسرائیل با غزه آژیرها به صدا درآمد. حماس چندین راکت به سوی اسرائیل پرتاب کرد. اسرائیل این ادعای سازمان ملل متحد را نادرست خوانده که ارتش به پناهگاه سازمان حمله کرده و تلفات سنگینی وارد کرده است. وزارت دفاع اسرائیل حماس را مسئول چنان حمله ای دانسته است. یک مجتمع بزرگ با 30,000 آواره در خان یونس چهارشنبه شب هدف قرار گرفته و دستخوش آتش سوزی شده است. اسرائیل هر نوع دخالت در چنان حمله ای را رد می کند. دولت بایدن با ابراز نگرانی از حمله به اردوگاه آوارگان از طرفهای جنگ در غزه خواست غیر نظامیان، امدادگران ملل متحد و تأسیسات امدادرسانی را مورد محافظت قرار دهند و دانت پاتل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران این اقدام را تأسف‌بار خوانده است. سیران شرفی، صدای آمریکا.